یکی از مشکلات یه جستجوی ساده ممکنه برای شما به وجود بیاره اینه که بر اساس اون فیلد ها و فیلتر هایی که مشخص کرده شما نتونید به آیتم مورد نظر خودتون دست پیدا بکنید مخصوصا توی حالت هایی که کتابخونه شما شامل تعداد زیادی از آیتم ها هستش خب نیاز هستش که جستجو توی بعضی از موارد دقیق و فیلتر های اعمال شده هم جزئی تر باشن تو این قسمت ما میخوایم حالت رو خدمتون معرفی بکنیم که مدیریت این جستجو رو بسیار دقیق میتونه انجام بده و کامل حالت جستجو رو مدیریت اون رو به شما میسپاره حالت جستجو پیشرفته هستش که توی این قسمت میخوایم در مورد نحوه ی جستجو پیشرفته خدمتتون صحبت داشته باشیم توی حالت جستجوی ساده ما حالت های فیلتر های بسیار محدودی رو داشتیم مثلا حالت عنوان پدید آور سال رو داشتیم که حالتی هستش که فقط شما میتونید بر اساس این سه فیلد بیاد و جستجو رو انجام بده حالت بعدی که همه فیلد ها هستش خب طبیعتا اومده و تمام فیلد ها رو شامل کرده خب به نحوی ما میتونیم بگیم که فیلتر خاصی رو در این قسمت اعمال نکرده برای حالت همه اطلاعات هم به همین صورت اما حالت جستجوی پیشرفته که در کنار جستجوی ساده شما میتونید اون رو پیدا بکنید به این صورت نیستش من روش کلیک میکنم صفحه جدیدی برای من باز میشه که از این بالا من شروع به توضیح دادن این قسمت ها میکنم جستجو در کتابخانه که ما حالت کتابخانه رو داریم و هیچ بحثی در اون نیستش قسمت مطابقت با همه این موارد مربوط به این فیلد میشه چطور ما در این قسمت در این فیلد هایی که در اینجا مشاهده میکنید میتونیم چند فیلتر رو اعمال بکنیم هر کدوم از اونها یک فیلتر هستن ما با زدن علامت به اضافه میتونم فیلتر های متفاوت رو تعریف بکنم خب این فیلد های متفاوت که من تعریف میکنم توی این قسمت میتونم تعیین بکنم که همه این فیلد ها توی جستجو شامل بشن و یا اینکه یکی از اینها حداقل اگه اتفاق افتاد برای اون آیتم این جستجو این آیتم در جستجو نمایش داده بشه پس این منظور مطابقت با همه ی این موارد یا یکی مربوط به نتیجه جستجو مربوط به یک آیتم نسبت به این فیلتر هایی هستش که در این قسمت ما وارد میکنیم خب این فیلتر رو به چه صورته؟ ما قسمت اول میایم فیلد رو تعیین میکنه و یا قسمت‌های های دیگه مربوط به فیلد از آرشیو آیه گرفته وضعیت حقوقی ویرایش بخش برچسب و شما مشاهده می‌کنید که میتونید فیلد بسیار متفاوت را نسبت به حالت جستجوی ساده مشاهده بکنید و اونها را انتخاب بکنید بذارید من رو همه حالت عنوان این را قرار بدم قسمت شامل شدن و یا مساوی با نامساوی و بدونه مربوط به ارتباط این بخش وارد شده نسبت به این فیلد انتخاب شده هستش مثلا شما نسبت به حالت جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه نبا بکنید من عبارت تحلیل رو توی جلسه پیش جستجو کردم توی عنوان و تونستم به دو نتیجه دست پیدا بکنم جستجو رو انجام میدم با عبارتی که در این قسمت هست و مشاهده میکنم بله به اون دو مورد دسترسی پیدا کردم حالا میام عبارت شامل رو مساوی با قرار میدم این یعنی چی؟ یعنی اینکه توی آیتم ها جستجوی رو انجام بده که عنوان اون مساوی با تحلیل باشه نه چیزی کم باشه نه چیزی زیاد خب طبیعتاً معمولاً ما اگه خاطرتون باشه چیزی بر این حالت نداشتیم که عنوان اون فقط تحلیل خالی باشه و همطور که مشاهده میکنید چیزی برای جستجو برای ما نمایش نمیده حالت نامساوی با میگه عنوان هایی رو که عنوانش تحلیل نیست برای من بیار خب طبیعتاً تمام موارد میشه همونطور که مشاهده میکنید ما میتونیم تمام موارد رو داشته باشیم فقط یک مسئله ای ما اینجا تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری داریم خب همونطور که از عنوانش پیداست این تحلیلی هستش نه تحلیل یکیه خب میتونه طبیعتاً توی جستجو تاثیر گذاشته باشه خب ما عبارت هایی رو که تحلیل در اون قرار نداره رو میتونیم در این قسمت داشته باشیم خب حالت بعدی شامل بود که ما داشتیم یه بار حالت بدونه رو ما بذارید ما وارد بکنیم من جستجو رو بزنم یه ذره کار کار جستجو دقیق تر شد چطور شد؟ اون حالتی که تحلیلی در اون موجود بود از بین رفت چرا چون اومدیم گفتیم که عنوان هایی رو برای ما که توش تحلیل موجود نباشه خب وقتی عنوان کلمه تحلیلی رو داشته باشه خب طبیعتا کلمه تحلیل رو هم در اون شامل میشه خب جزو جستجو نباید قرار بگیر ما اومدیم ذکر کردیم که بدون اون تحلیل باشه خب ما میتونیم فیلدهای دیگه ای رو هم مثلا اعمال بکنیم مثلا من این عبارت رو میارم روی شامل میذارم دو تا جستجو برای من انجام میگیرم ما اومدم قبلا مشاهده کردم که یکی از این جا شماره ای که برای اون مشخص شده 66 هست خب من میام اینجا مثلا بر فرض من میدونستم که یکی از این جا شماره یه مد نظر 66 هست و نیاز دارم به اون شماره خب میام توی این بخش میام یک فیلتر دیگری رو اضافه میکنم و میام شماره را انتخاب میکنم همطور که در این قسمت میتونید مشاهده بکنید میام میگم شماره مساوی باشه با من نمیخوام شامل بشه میخوام دقیقا مساوی با 66 باشه, باشه. جستجور انتخاب میکنم و همطور که مشاهده میکنید ما فقط به یک مورد نتیجه رسیدیم این تیک هایی که در این قسمت مشاهده میکنید حالا اول جستجو در زیر شاخه انشالله توی قسمت های آینده باید خدمتون تعریف بکنیم که زیر شاخه به چه صورت هستش برای حالت های فقط آیتم های روی جستجو شوند بذارید یک موردی رو خدمتتون یادآور بشیم اگه خاطرتون باشه ما اومدیم در زمینه یادداشت اومدیم یادداشت وابسته خدمتتون معرفی کردیم و برای طراحی سیستم های کنترل غیر خطی اومدیم دو یادداشت وابسته به عنوان در دست اقلام و طراحی اولیه با نرم افزار مطلب رو انجام دادیم خب من مثلا همین نرم افزار مطلب خاطرتون باشه من برای طراحی سیستم کنترل غیر خطی دارم خب میرم جستجوی پیشرفته عنوان رو میام به حالت قرار میدم که حالت یادداشت باشه یعنی در بین یادداشت ها جستجو رو انجام بده شامل شدن رو من میتونم داشته باشم مسئله این نیستش میام نرم افزاره مطلب رو قرار میدم فقط عبارت فقط آیتم های روی جستجو شوند رو تیک دار میکنه جستجو رو انجام میده همونطور که میبینید هیچ نتیجه ای برای من مشخص نشد حالا میام این تیک رو بر میدارم و نتیجه جستجو حالتی هستش که دیگه آیتم روی لحاظ نشده یعنی اومده هم زیر زیر آیتم ها رو هم مورد بررسی قرار داده و یک مورد یادداشت در زیر آیتم تر سیستم کنترل خطی پیدا کرده ما برای این زیر آیتم ها میتونیم یک تعریفی رو داشته باشیم بذارید من فقط آیتم های روی جستجوی آن رو تیکدار بکنم جستجوی رو ما نداره اما میام نمایش آیتم های والد و آیتم های فرزند در نتایج جستجو رو تیکش رو انتخاب میکنم که دقیقا حالتی هستش که ما تعریف میکنیم برای یک زیر آیتم که بهتر اونها رو به صورت آیتم های والد و آیتم های فرزند معرفی بکنیم. پس همونطور که مشاهده کردید با اون که اومدیم گفتیم فقط آیتم های روی جستجو شوند. اومدیم گفتیم که نمایش آیتم های والد و آیتم های فرزند رو ما داشته باشیم در نتیجه جستجو خب پس به این صورت ما تونستیم فیلترهای متفاوتی رو برای جستجوی خودمون تعیین بکنه به عبارت پاک کردن در این قسمت میاد کل این سفر رو به حالت اولیه خودش در میاره و ما میتونیم یک جستجوی دیگه رو داشته باشیم ذخیره جستجو رو اجازه بدید قسمت های بعد مورد بررسی قرار بدیم مسئله دیگه چه جستجوی پیشرفته نمونده بریم که باقی آموزش رو خدمتتون داشته باشیم